خب دوباره همون تعریف رو براتون نوشتیم. توجه شود که جمله اول و قدر نسبت، جمله اول A و قدر نسبت Q ثابت هستن. فقط توان قدر نسبت یک واحد کمتر از جمله مربوطه است. حالا ما چطور میتونیم بیایم در واقع جمله عمومی یک دنباله هندسی رو بنویسیم؟ یک بار دیگه من جملات رو مینویسم. جمله اول چی بود؟ A. چیا ثابت بود؟ بالا گفتم جمله اول و قدر نسبت. جمله اول و قدر نسبت همه ثابتن. فقط چی؟ توان قدر نسبت یک واحد کمتر از جمله مربوطه است. این اگر جمله دوم من باشه توان یکه، جمله سومه توان دو، جمله چهارمه توان سه، جمله انومه توان ان منهای یک. پس اینطور میگیم جمله انوم در دنباله هندسی میشه آیک زب داره کیو به توان ان منهای یک. چیا ثابت بود؟ باز تکرار میکنم، آیک ثابت بود، ضرب در ثابت بود و کیو ثابته. اما توان کیو یک واحد کمتر از جمله مربوطمونه. جمله چندم رو میخوام؟ انوم رو میخوام. پس توان چی میشه؟ میشه ان منهای یک. پس در نتیجه اینطور میتونم بگم آی ان جمله آخر من محسوب میشه، جمله اول منم که آ هست، آ یک هستش در واقع، قدر نسبت کیو و این هم تعداد جملات. در واقع همون تعریفی که ما در دنباله حسابی داشتیم اینجا هم به همین صورته. پس یک جمع‌بندی بچه داشته باشیم. در دنباله حسابی جمله عمومی چی بود؟ آ یک به علاوه این منهای یک ضرب در دی. چرا؟ چون من آیه این رو میخوام، جمله عمومی رو میخوام. آیه این مساویه آیک ثابت به علاوه ثابت دی هم ثابت. فقط ضریب دی یک واحد کمتر از اون جمله مربوطه مونه. چون من آیه این رو میخوام پس ضریبش میشه این منهای یک. پس چی میتونم بگم؟ آیه این میشه آیک به علاوه این منهای یک ضرب در دی. در چی؟ در دنباله حسابی. حالا بیایم همینو بچه در واقع تبدیلش کنیم به دنباله هندسی. باز جلوتر میگم روابط رو کامل بهتون گفتم، فعلا ذهنتون رو با همین حرفای من تقویت بکنید. اینجا چی؟ آیه ان رو میخوام بنویسم، جمله عمومی دنباله هندسی رو میخوام بنویسم. چی ثابت بود؟ آیک، اونجا هم آیک، به علاوه اینجا میشه ضرب، قدر نسبت میشه چی؟ میشه کیو. فقط توانش یک واحد کمتر از جمله مربوطمونه. خب میام اینجا. حالا اگر به ما یک سری دنباله بدن از کجا تشخیص بدیم که این دنباله‌ای که ما داریم هندسی هست یا نه؟ در مبحث قبلیمون دنباله حسابی اینطور گفتیم اگر به ما دنباله از اعداد رو بدن برای اینکه تشخیص بدیم حسابی هست یا نه، قدر نسبت رو به دست می آوردیم، یعنی فاصله بین اعداد رو به دست می آوردیم. اگر اون فاصله بین اعداد ثابت بود پس دنباله من حسابی بود. خب چطور محاسبه می کردیم؟ فاصله بین اعداد در دنباله حسابی می شد آ دو منهای آیک، جمله دوم منهای جمله اول، جمله سوم منهای جمله دوم، یا هر جمله منهای جمله قبلش. خب اینم همینه. من می خوام ببینم از کجا تشخیص بدم این دنباله‌ای که داره به من میده دنباله هندسی هست یا نه. پس فقط باید قدر نسبت رو به دست بیارم. اگر قدر نسبت ها ثابت بود دنباله من هندسیه. خب دقت بکنید، این مثال دقت بکنید. آیا دنباله زیر هندسی است؟ منفی 3، 9، منفی 27، 81، منفی 243 تا الاخر. خب چیکار میکنم؟ اولین کاری که انجام میدم قدر نسبت رو به دست میارم. باز تکرار میکنم قدر نسبت در دنباله حسابی چی بود؟ دی مساوی آ دو منهای آیک. هر جا منها دیدیم تبدیل به تقسیم میشه و قدر نسبت در دنباله هندسی تبدیل به کیو میشه. پس میگم کیو مساوی چی؟ آ دو تقسیم بر آیک. خب بچه جمله دوم 9، جمله اول منفی 3، جواب منفی 3. خب فعلا اولی شد منفی 3. حالا بعدی رو ببینید، جمله سوم تقسیم بر جمله دوم، یعنی منفی 27 تقسیم بر 9، جواب چند شد؟ منفی 3. آفرین. پس هر دو قدر نسبت ها یکی شد. پس دنباله ای که من دارم از چه نوعیه؟ هندسیه. حالا سوال بعدی،
آیا دنبال زیر هندسی است؟ دو، دو رادیکال دو، چهار، چهار رادیکال دو و هشت تا الی آخر. طبق معمول باید قدر نسبت رو حساب کنیم. فرمولش چی بود؟ آ دو تقسیم بر آ یک. آ دو من چیه؟ دو تا رادیکال دو تقسیم بر چند؟ دو. خود دو که با دو ساده میشه، فقط چی میمونه؟ رادیکال دو. پس قدر نسبت تا اینجا شد رادیکال دو. حالا بعدی چی؟ جمله سوم به جمله دوم، یعنی چهار تقسیم بر دو رادیکال دو. خب قبلا شما خوندید سال قبل که اگر مخرج یک عبارت رادیکالی بود میتونید گویاش کنید. خب صورت چی میشه؟ چهار در رادیکال دو ضرب میشه، میشه چهار تا رادیکال دو. مخرج رادیکال دو در رادیکال دو میشه رادیکال چهار، جذرش دو، دو دوتا میشه چهار دو. چهار رو با چهار ساده بکنیم جواب چند میشه؟ رادیکال دو میشه. پس چه نتیجه میگیریم؟ تا الاخر همینطوریه قدر نسبت. پس چون هر دوشون رادیکال دو شد، میتونه میگیم این دنباله‌ای که ما داریم یک دنباله چیه؟ هندسیه. خب بیایم مثال بعدی. آیا دنباله زیر هندسی است؟ 1, 5, 9, 13 تا الاخر. طبق معمول دوباره میریم سر چیه؟ قدر نسبت. آ دو تقسیم بر آ یک. جمله دوم به جمله اول، 5 تقسیم بر 1 چند میشه؟ 5. خب حالا بعدی جمله سوم به جمله دوم میشه 9 تقسیم بر 5، یکی نشدن. پس نمیتونه این دنباله هندسی باشه. چرا؟ به خاطر اینکه قدر نسبتاشون برابر نیست. پس آیا دنباله من هندسیه؟ جواب میگیم خیر. حالا بعدی آیا دنباله زیر هندسی و حسابی است؟ هر دوش رو میخواییم با هم دیگه بررسی کنیم. بچه این دنباله رو دقت کنید، 4, 4, 4 تا الاخر. این دنباله رو بهش میگن دنباله ثابت. حالا دقت کنید، بیام اول حسابی بودنش رو بررسی کنیم. در دنباله حسابی گفتیم قدر نسبت تعریفش چی بود؟ جمله دوم منهای جمله اول. خب بچه جمله اول من که 4ه، جمله دوم 4ه، جمله سوم 4ه، همش 4ه. پس میشه 4 منهای 4 شد 0. دیگه چی؟ جمله سوم منهای جمله دوم بازم میشه 4 منهای 4 0. چون قدر نسبت یکی بود در دنباله حسابی، میتونم بگم این عبارت، این دنباله من که در واقع دنباله ثابت هست، یک دنباله حسابی است. حالا بیام چیکار کنیم؟ بیام هندسی بودنشو بررسی کنیم. یادتون باشه قبل هم گفتم منها تبدیل به تقسیم میشه. آدو منهای آیک، آدو تقسیم بره آیک. خب جمله دوم 4، جمله اول 4، 4 به 4 چند میشه؟ 1 میشه. دیگه چی بچه؟ جمله سوم تقسیم بره جمله دوم بازم میشه 4 به 4 چند میشه؟ 1. پس قدر نسبت در دنباله حسابی 0 شد، یعنی با هم یکی شدن، دنباله حسابیه. در دنباله اگه از طریق دنباله هندسی هم بخوایم بررسی بکنیم، باز هم قدر نسبتمون چند شد؟ 1 شد. پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیرم که دنباله ثابت هم میتونه حسابی باشه، هم میتونه چی باشه؟ هندسی باشه. پس نتیجه ما بدین صورت شد. حالا بعدا اینو اثبات میکنیم که چرا دنباله ثابت هم حسابی هم هندسی. اما فعلا با این مثال به ذهنتون بسپارید. پس دنباله ثابت 4, 4, 4 تا الاخر، 5, 5, 5 تا الی، یا هر چیز دیگه‌ای هم حسابی میشه هم در واقع هندسی میشه. خب بچه‌ها به این مثال دقت بکنید، یک مثال که شامل 5-6 قسمته. دقت بکنید، یه دنباله به من داده 1, 3, 9, 27 تا الاخر. خب گفته چی؟ گفته جمله عمومی دنباله هندسی روبرو را بنویسید. خودش گفته دنباله هندسی، دیگه نیاز نیست بیای بررسی بکنی که دنباله هندسی هست یا نه. چرا؟ دقت بکنید، 3 تقسیم بر 1 جمله دوم تقسیم بر جمله اول میشه 3، 9 تقسیم بر 3 میشه 3، 27 تقسیم بر 9 میشه 3. پس در واقع قدر نسبت در همشون برابر با 3. دنباله چیه؟ هندسیه. خب دیگه نیاز نیست حساب بکنیم، به خاطر که خود سوال گفته اینو. خب اما چی بخواسته؟ گفته اولا که جمله عمومی این دنباله رو به دست بیاری، بعد قسمت‌های بعدی رو دونه به دونه با هم دیگه بررسی میکنه. خب برگردیم مفروضات سوال. خب بچه ها ما چی میبینیم؟ جمله اول من که عدد 1 دیگه چی؟ قدر نسبت چی بود؟ جمله دوم به جمله اول بود، یعنی 3 تقسیم بر 1 میشه 3. خب تا اینجا که ثابت. حالا چی رو میخوایم؟
جمله عمومیش رو میخوایم. گفتیم جمله عمومی رو اگه بخوام در یک دنباله هندسی بنویسم چیا ثابت بود؟ جمله اول قدر نسبت ثابت. فقط توان قدر نسبت یک واحد کمتر از جمله مربوط همونه. من جمله چندم رو میخوام؟ انوم رو میخوام. این دوتا که ثابت بود، باش کاری ندارم اصلا، فقط توانن یک واحد کمتر از این. پس توان قدر نسبت یک واحد کمتر از چیه؟ جمله مربوط همونه. خب از من جمله چی رو خواسته بود؟ عمومی رو خواسته بود. خب قاعدتا برای به دست آوردن جمله عمومی من هم به جمله اول نیاز دارم، هم به قدر نسبت. جمله اولم که شد یک، قدر نسبت که از طریق فرمول رفتن جوابش چند شد؟ سه شد. پس میتونم بنویسم یک ضرب داره سه به توان n منهای یک، جواب میشه همون سه به توان n منهای یک. پس این شد جمله عمومی در واقع این دنباله هندسی. حالا بیایم اینجا قسمت الف رو بررسی کنیم. اگر به هر جمله دو واحد اضافه کنیم، آیا دنباله جدید یک دنباله هندسی هست یا نیست؟ دقت کنید بچه ها، 1, 3, 9, 27 تا الاخر قراره چیکار کنیم؟ به هر جمله دو تا اضافه کنیم. خب میایم اینجا، یک رو من با دو جمع کنم میشه 3، 3 رو با دو جمع کنم میشه 5، 9 رو با دو جمع کنم 11، 27 رو با دو جمع کنم 29 تا الاخر. پس اومدم چیکار کردم؟ فعلا هر جمله رو دو تا بهش اضافه کردم. حالا قسمت بعدی، آیا این دنباله جدیدی که به دست اومده هندسیه؟ میام اینجا، تعریف قدر نسبت چی بود؟ جمله دوم به جمله اول میشه 5 تقسیم بر 3. دیگه چی؟ جمله سوم به جمله دوم، جمله سوم که مشخصه 11، جمله دومم که مشخصه 5، چند شد؟ 11 5. اشتباه شد، قدر نسبت ها برابر نشد، پس نمیتونه یک دنباله هندسی باشه. پس میگیم چی؟ اگر به هر جمله دو واحد اضافه کنیم، آیا این دنباله یک دنباله هندسیه؟ میگیم نه. چرا؟ به خاطر یک قدر نسبت ها یکی نشد. حالا قسمت بعدی، قسمت ب، اگر از هر جمله یک واحد کم کنیم چطور؟ آیا هندسی میشه یا نمیشه؟ خب من دنباله رو دارم 1, 3, 9, 27 تا الاخر، قراره چیکار کنیم؟ از هر جمله یک واحد کم کنیم. خب مشخصه 1 منهای 1 0، 3 منهای 1 2، 9 منهای 1 8، 27 منهای 1 26. خب قدر نسبت A2 به A1، 2 تقسیم بر 0، اصلا تعریف نمیشه، عدد تقسیم بر 0 تعریف نشده است. دیگه چی؟ A3 تقسیم بر A2، جمله سوم به جمله دوم، 8 تقسیم بر 2، چند میشه؟ 4. آیا قدر نسبت ها یکی شد؟ میگیم نه خیر، چون قدر نسبت ها برابر نیستن، دنباله جدید نمیتونه یک دنباله هندسی باشه. خب بریم قسمت بعدی. بچه ها اینا رو به ذهنتون بسپارید، دقت کنید، در دنباله هندسی اگر از هر جمله یک واحد کم کنیم نمیتونه یک دنباله هندسی باشه. اینا رو به ذهنتون بسپارید. حالا قسمت بعدی جیم، اگر جمله ها رو دو برابر کنیم چطور؟ آیا دوباره اون دنباله جدیدی که به دست میاد میتونه هندسی باشه یا نمیتونه باشه؟ دقت بکنید. خب بعد چیکار کنیم؟ جمله ها رو دو برابر کنیم. 1 ضرب در 2 2، 3 ضرب در 2 6، 9 ضرب در 2 18، 27 ضرب در 2 54. طبق معمول قدر نسبت کیو، A2 به A1، 6 تقسیم بر 2 3. دیگه جمله سوم به جمله دوم، 18 تقسیم بر 6، چند شد؟ 3. اینجا درست شد، تو قدر نسبتمون چند شد؟ 3 شد. پس میگیم چی؟ میگیم اگر جمله ها رو دو برابر کنیم، در واقع دنباله جدیدی که به دست میاد هندسیه، به خاطر اینکه قدر نسبت هاشون یکی شد. خب قسمت بعدی، اگر جمله ها رو تقسیم بر 3 کنیم چطور؟ آیا دنباله جدیدی که به دست میاد میتونه هندسی باشه یا نه؟ طبق من میخوام همه رو تقسیم بر 3 کنیم. 1 تقسیم بر 3 1/3، 3 تقسیم بر 3 1، 9 تقسیم بر 3 3، 27 تقسیم بر 3، چند میشه؟ 9. خب میام اینجا قدر نسبت، جمله دوم به جمله اول، یعنی جمله دوم من عدد 1 تقسیم بر جمله اول عدد 1/3، پس 1 تقسیم بر 1/3 3. بعدی چی؟ جمله سوم به جمله دوم میشه 3 تقسیم بر 1، جمله سوم من 3 هست، جمله دوم 1. پس 3 تقسیم بر 1 چند میشه؟ 3. بازم اگه دقت کنید قدر نسبت ها یکی شد. پس میتونیم بگیم چی؟ این دنباله هم یک دنباله هندسیه.
به خاطر که قدر نسبتشون برابر شد. حالا قسمت بعدی، اگر جمله ها رو در خودشان ضرب کنیم، آیا دنباله جدید هندسی است؟ دوباره دنباله رو من دارم، 1, 3, 9, 27 تا الاخر. خب قراره که چیکار کنم تو خودشون ضرب کنم. 1 ضرب در 1 = 1، 3 ضرب در 3 = 9، 9 ضرب در 9 = 81، 27 ضرب در 27 = 729. پس میام چیکار میکنیم؟ قدر نسبت. جمله دوم به جمله اول، چه 9 تقسیم بر 1 = 9. دیگه چی؟ جمله سوم به جمله دوم، 81 تقسیم بر 9 = 9. باز میبینیم که قدر نسبت ها یکی شد. پس دنباله میتونه یک دنباله هندسی باشه. خب به خاطر چی بچه ها؟ به خاطر که قدر نسبت هاشون یکی شد. چون قبلا گفتم برای اینکه تشخیص بدیم که یک دنباله هندسی است یا نه، باید قدر نسبت رو به دست بیاریم. اینو حواستون باشه.